میرسیم به سناریوی سوم. امیدوارم سناریوی اول و دوم را توجه کاملی به اون کرده باشید. سناریوی اول راه را باز کرد که سناریوی دوم قابل فهم تر باشه و الان به سناریوی سوم که میرسیم شما باید ذهنتون اونقدر فعال باشه که حدس بزنید جمله بعدی که من میخوام به زبونم جاری بکنم چه هست و در مورد چی میخوام صحبت بکنم. پس با این دقت عنایت بفرمایید. حدود 5 روز پس از انتشار یک ایروسول مجهول، عده زیادی از تماس یافتگان دچار تب، لرز، سردرد، میالژی یا درد عضلانی، بی اشتهایی و سایر علائم شبه آنفولانزا شدند و طی چند روز بعد عده زیادی از اونا دچار علائم منطبق بر برونشیت و پنومونی شدند و تعداد قابل توجهی از اونها قربانی بیوتروریسم شدند. در معاینه و بررسی این بیمارا مشخص شده که دمای بدنشون حدود 40 درجه سانتیگراد بوده، یعنی تب واضح داشتند. در این حال تعداد نبض اونها حدود 80 در دقیقه بوده و تعداد تنفسشون حدود 25 بار در دقیقه. همچنین در معاینه ای که از اونها به عمل اومده مشخص شده که کبد و تحال اونها هم بزرگ شده، دچار هپاتو اسپلن و مگالی هستن. هپاتو مگالی بزرگی کبد، اسپلن و مگالی بزرگی تحال. و بررسی آزمایشگاهی نشون میده که علارغم اینکه همه این علائم بالینی رو دارن ولی تعداد گلبول‌های سپیدشون تغییر نکرده، دچار لوکوسیتوز نیستن. بنابراین با توجه به این مجموعه که اشاره کردیم و با توجه به فصل سال که این بیماری یا این همه‌گیری اتفاق افتاده بوده، با تشخیص احتمالی بروسلوز یا تب مالت این بیماران را قدری بررسی بیشتری میکنن و از جمله تست رایت و تو ام ای اونها را بررسی میکنن و میبینن که در اکثریت اونها تست رایت که یکی از آزمونهای تشخیصی بروسلوز هست با عیار 180 و بعضن با عیار 160 مثبت گزارش شده. به همین دلیل تصورشون بر این که با بروسلوز مواجه هستن تقویت میشه و درمان بروسلوز را حتی شروع میکنن. ولی بقیه ابزرواسیون را من بخونم براتون. بله، درمان را با تتراسایکلین به اضافه استرپتومایسین که یکی از رژیم های درمانی بروسلوز هست آغاز میکنن و اتفاقا با پاسخ سریعی هم مواجه میشن. این همه گیری فاقد حمله ثانویه بوده، یعنی کسانی که مبتلا بودن در تماس با دیگران بیماری را به دیگران انتقال ندادن. ولی مشخص شده که هر عاملی که بوده موجبات آلودگی آبهای منطقه را هم تا حدودی فراهم کرده و غذاها و کنه هایی که با این عوامل تماس پیدا کردند هم آلوده شدند و تونستن عامل عفونتزا را به بعضی از انسانها یا حیوانات انتقال بدن. منظورم کنه های آلوده هست. و کارکنان آزمایشگاهی که روی این نمونه ها کار میکردن هم با شیوع نسبتا بالایی دچار همون بیماری شدن. پس یک بیماری بوده که هرچند در تماس انسان با انسان منتقل نمی شده ولی در تماس های آزمایشگاهی جزء هازارد های آزمایشگاهی بوده و مخاطراتی را به بار آورده و از اون طریق انتقال پیدا کرده. مسئله دیگه این که بعضی از این بیماران دچار پیوری بودن. پیوری یعنی وجود چرک در ادرار، به عبارت عامیانه ادرار چرکی. منتها وقتی ادرار اینها را کشت میدن در کمال تعجب میبینن که عامل خاصی رشد نکرده، چون کشت ادرار را در محیطهای معمولی کشت میدن که معمولا ایکولای و کلپسیلا و امثال اونها رشد میکنن. بنابراین در ادرار اینها هرچند عامل عفونتزا ممکنه وجود داشته باشه ولی چون در محیطای کشت معمولی رشد نمیکنه، اصطلاحاً گفته میشه پیوری استریل. یعنی در این حال که ادرار چرکی هست و عفونی هست ولی عامل عفونی رو در اون نمیشه پیدا کرد.
به هر حال با شیوع بالایی ادرار اینها هم چنین وضعیتی داشته، به طوری که 1/3 بیمارا پیوری استریل داشتن و تستای فعالیت کبدی هم در حدود 15% بیماران غیر طبیعی بوده. نکات مهم را در اسلاید بعدی من براتون هایلایت کردم تا از اون زاویه نگاه کنیم ببینیم اصلا با چه سندرومی مواجهیم. یک بیماری هستش که با علائم شبه آنفولانزا تظاهر کرده، یعنی این علائم بوده که درش بیشتر جلب توجه میکرده و بنابراین با سندروم شبه آنفولانزا مواجه هستیم، همون سندرومی که بروسلوز و تولارمی درش قرار میگرفتن و به عنوان تشخیص افتراقی تعداد کثیری از بیماری های عفونی دیگه. بنابراین از این زاویه اگر نگاه بکنیم میگیم یا با بروسلوز مواجهیم یا با تولارمی، هر دوی اینها جزء زونوز ها هستند و هر دوی اینها میتونن خیلی از علائم بالینی رو که در اسلاید قبلی بهش اشاره کردیم ایجاد بکنن، منتها از زاویه دوره کمون نگاه میکنیم. این بیماری هر کدوم از این دوتا که باشه دوره کمون 5 روزه داشته. ببینیم دوره کمون تشخیص افتراقی این دوتا را برای ما تسهیل میکنه یا نه؟ آیا کمکی به تشخیص افتراقی این دوتا از همدیگه میکنه یا خیر؟ بله، تا حدودی کمک میکنه. دوره کمون بروسلوز معمولا بیش از 10 روزه، حدود 2-3 هفته است، در حالی که دوره کمون تولارمی میتونه کمتر از 1 هفته باشه، مخصوصا که از طریق استنشاقی وارد شده. پس از زاویه دوره کمون که نگاه میکنیم به تولارمی بیشتر میخوره تا به بروسلوز. از زاویه اینی که قربانیانی را از انسانها گرفته که نگاه میکنیم باز هم به تولارمی بیشتر باید فکر کنیم، چون بروسلوز حتی نوع ریویش کشندگیش کمتر از تولارمی ریوی هستش. هپاتو اسفلنومگالی داشتن، بزرگی کبد و تحال، در هر دو بیماری ممکنه دیده بشه. دچار لوکوسیتوز نبودن، در هر دو بیماری یک چنین اتفاقی میفته، یعنی لوکوسیتوز یا افزایش تعداد گلبول‌های سفید معمولا در رابطه با عفونت‌های باکتریال چرکزا عارض میشه. در همین کووید 19 که باکتریال چرکزا نیست، تا حالا دیدید تأکید بشه روی اینکه اینها دچار لوکوسیتوز میشن؟ نه، برعکس، دچار لوکوپنی میشن. اینو در حاشیه خدمتون عرض کردم توی پرانتز. پس دچار لوکوسیتوز نبودن، به نفع کدوم یک از این دوتا بیماریه؟ هر دو. پس کمکی به ما نمیکنه. تست رایت عده زیادی از اونها مثبت بوده، حدود 1/80 و در بعضی از اونها 1/160، ولی نه بالاتر. خوب دقت بفرمایید. جالبه که این دوتا بیماری هم از نظر اپیدمیولوژیک، هم از نظر بعضی از علائم بالینی و هم از نظر آزمایشگاهی تشابهات خیلی زیادی با هم دیگه دارن، اشتراک آنتیجنی با هم دارن و به همین دلیل تست رایتی که در تشخیص بروسلوز به ما کمک میکنه در مبتلایان به تولارمی هم ممکنه مثبت بشه. بله، درست شنیدی، منتها به یک نکته عملیاتی توجه بفرمایید و اونم اینه که وقتی ما با مثبت‌های کاذب تست رایت مواجه میشیم و مثلا تست رایت در یک بیماری که بروسلوز نداره مثبت میشه، هرگز در عیار بالایی مثبت نخواهد شد. اینجا گفتیم اکثرا 1/80 و بعضی از اونها 1/160. در اینجا انتظار نداریم 1/320 و 1/640 و 1/1280 رو ببینیم. این اتفاق در مبتلایان به خود بروسلوز رخ میده و این تست با عیار بالایی به طور بالا رونده در عیار بالایی مثبت میشه، یا زمانی که با بیماران مواجه میشیم و بررسی میکنیم میبینیم تست رایتشون با عیار بالایی مثبته. پس هر چند این بیماران که تا اینجا دیدیم بیشتر به تولارمی شباهت دارن تا به بروسلوز، تست رایتشون هم مثبت بوده، ولی تست رایت با عیار پایینی مثبت بوده. در تولارمی چنین اتفاقی ممکنه بیفته. خب گفتیم که با تشخیص بروسلوز به اونها تتراسایکلین به اضافه استرپتومایسین دادن و جالب بوده که به سرعت هم
پاسخی دریافت کردم. پس اگر این تولارمیه و بروسلوز نیست، چطور به این داروهای ضد بروسلوز جواب دادن؟ جواب اینه که یکی از داروهای اختصاصی و بسیار مؤثر بر روی فرانسیسلا تولارنسیس عامل تولارمی همین استرپتومایسینه که در بیماری سلم تجویز میکنیم، در طاعونم ملاحظه کردید تجویز میکنیم، در بروسلوز هم یه وقتایی جزو یکی از دو دارویی بود که به فراوانی تجویز میکنیم، الان هم لازم بشه جزو داروهای بسیار مؤثره. پس بر حسب اتفاق به خاطر کراس ریاکشنی که وجود داشته و اشتراک آنتیجنیکی که وجود داشته تست رایت مثبت کرده، فکر کردیم بروسلوزه، داروهای ضد بروسلوها رو دادیم و پاسخ گرفتیم، باز هم فکر کردیم با بروسلوز مواجهیم، غافل از این که این استرپتومایسین بوده که نه روی بروسلوها بلکه روی فرانسیسلا تولارنسیس اثر گذاشته و تأکید کردیم روی پاسخ سریع. در بروسلوز ما با پاسخ سریع مواجه نمیشیم. اون چه که بهش میگیم پرایمری ریسپانس یا پاسخ اولیه در عرض 10 تا 14 روز بعد آغاز میشه، نه در عرض 5 روز. برعکس در تولارمی به محض اینکه آنتیبیوتیک مؤثر رو شروع میکنیم در عرض کمتر از 1 هفته ویلبینگ یا احساس بهبودی در بیمار ظاهر میشه. این پاسخ سریع هم به نفع تشخیص تولارمیه نه تشخیص بروسلوز. این نکاتی که دارم میگم تخصصی نیست، همه اینها معلومات عمومیه برای کسی که داره MPH پدافند زیستی را میگذرونه. هممون باید اینها رو بدونیم و خوبم باید بدونیم. میریم جلوتر. فاقد حمله ثانویه بوده، این هیچ کمکی به تشخیص افتراقی نمیکنه چون هیچ کدوم از این دوتا بیماری سکندری اتک ریت ندارن، انتشار بعدی نداشتن چون حمله ثانویه نداشتن. ولی دقت کنیم به دو سه تا نکته اپیدمیولوژیک آخر. هر عاملی که بوده موجبات آلودگی آب را فراهم کرده و کنه ها را هم آلوده کرده. در بروسلوز چنین اتفاقی نمیفته. این فرانسیسلا تولارنسیس که میتونه باعث آلودگی آب بشه. فرانسیسلا تولارنسیس عامل تولارمیه که میتونه موجبات آلودگی کنه ها و انتقال از طریق نیش کنه به دیگران را فراهم بکنه. نکته دیگه این که در کارکنان آزمایشگاه به فراوانی باعث بیماری شده، همون تماسی که با نمونه ها داشتن. این اتفاق در رابطه با بروسلوز کمتر از تولارمی رخ میده. هر دو جزء هازاردهای آزمایشگاهی به حساب میان، ولی این مخاطره در رابطه با فرانسیسلا تولارنسیس بیشتر از بروسلوها جلب توجه میکنه. پس این نکات اپیدمیولوژیک آخرم به ما بیشتر کمک میکنه که به تولارمی فکر بکنیم نه به بروسلوز. میرسیم به پیوری استریل. ممکنه در بروسلوز هم به ندرت حادث بشه، ولی بیشتر در تولارمی ایجاد میشه، بیشتر مخصوص تولارمی هستش که در 1/3 بیمارا دیده شده. پس اینم به نفعمونه. این که آنزیمای کبدی غیر طبیعی بوده کمکی به تشخیص افتراقی این دو نمیکنه. در مجموع برآیند همه این نکات منفی و مثبتی که برشمردیم به سمت تشخیص بالینی و اپیدمیولوژیک و تا حدودی پاراکلینیکی تولارمی هست نه بروسلوز. پس روی تولارمی چند کلمه ای من صحبت میکنم خدمت. این کلیشه رادیوگرافی فردیه که دچار تولارمی شده، یادآور پنومونی ایتیپیکال هست، پنومونی آتیپیک با تورم عقده‌های لنفاوی ناف ریه. در بروسلوز پنومونی آتیپیک به این شدیدی معمولا ایجاد نمیشه، ولی بروسلوز هم میتونه پنومونی آتیپیک ایجاد کنه و هیچ خطری هم نداره، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، قابل درمانه. از سندروم شبه آنفولانزا صحبت کردیم، سندرومی که گفتیم بروسلوز و تولارمی درش قرار میگیرن و بر اساس استدلال های بالینی و اپیدمیولوژیک متوجه شدیم که بروسلوزی در کار نیست،
و با یه حمله بیوتروریستی که با سوء استفاده از فرانسیسلا تولارنسیس حادث شده است در رابطه با این موضوع، نه در رابطه با بروسلا. در تشخیص افتراقی این سندروم، تعداد بسیار زیادی از بیماری های عفونی ممکنه در آغاز با چنین چهره ای ظاهر بشن، ولی در روزهای بعد علائم اختصاصی اونها که ظاهر شد کمک زیادی میکنه به ما که افتراق قائل بشیم بین بیماری هایی که به عنوان تشخیص افتراقی مطرح کردیم و اون بیماری اصلی، یا اون بیماری که ابزرواسیونش دیروز من خدمتون عرض کردم در کلا سبزهای سابق در نیروهای ویژه که مأموریت خاصی در بیابونهای گیلان غرب کرمانشاه داشتن حادث شده بود. این همونه، عامل اون نوعی ویروسه و اسم بیماری سند فلای فیور هست، تب پشه خاکی. در اونجا هم با یه سندروم شبه آنفولانزا ممکنه مواجه بشیم، داستانش تعریف کردم خدمتتون. همچنین در سارس و مرس و کووید 19 هم در آغاز بیماری چه بسا به این سندروم فکر بکنیم. اینا همه تشخیص‌های افتراقی هست. اشاره کردیم به سندروم‌های مختلف و دیدیم این ساین و سیمتوم ها و این ویژگی‌های اپیدمیولوژیک در سندروم شبه سرماخوردگی می گنجه. پس در اون سندروم قرارش دادیم و بیشتر به دو بیماری فکر کردیم و سبک و سنگین کردیم ببینیم که علائم و نشانه ها و یافتای اپیدمیولوژیک بیشتر به نفع کدومی که از این دو بیماریه، که دیدیم بیماری تولرمی هست. و تأکید میکنیم اینجا که این تشخیص بالینی بود که ما را به تشخیص زودرس رسون، استدلال های بالینی و اپیدمیولوژیک بود، نه پاراکلینیک. حتی اون آزمون سرومی بروسلوز که مثبت شده بود غلط انداز واقع شد برای ما. علائم آزمایشگاهی که اتفاق افتاده بود، تغییرات آزمایشگاهی، دیدیم که باعث لوکوسیتوز نشده، خب کمکی به تشخیص نکرد. به طور کلی هر بیماری که ناشی از ارگانیسم های داخل سلولی باشد ممکنه که لوکوسیتوز ایجاد نکنه. سل همینطوره، بروسلوز همینطوره، تولارمی همینطوره، تب کیو همینطوره، اینا ناشی از ارگانیسم های داخل سلولی هم. برعکس باکتری هایی که معمولا داخل سلولی نیستن و عفونت های چرکزا ایجاد میکنن، مثل استافیلوکوک، استرپتوکوک، هموفیلوس آنفولانزا، عامل مننژیت های مننگوکوکی و پنوموکوکی، همه اینها لوکوسیتوز و حتی لوکوسیتوز شدید ایجاد میکنن. پس در اینجا که میبینیم لوکوسیتوز ایجاد نشده کمکی به تشخیص نمیکنه. منتها زمانی که به تولارمی فکر میکنیم، از اون زاویه میایم و قضاوت دقیق تری میکنیم، میگیم همینی که بیماران دچار لوکوسیتوز نشده اند هم به نفع تولارمی هست. و هرچند یک کمی دور شدیم از اون علائم بالینی، ولی اونقدر مهم هست که من برگردم و اسلاید مربوطه رو بیارم و یه توضیح دو دقیقه هم روی اون بدم، چون یه نکته مهمی هم در اینجا بود. دقت بفرمایید، در اون ابزرواسیون داشتیم که تب 40 درجه دارند ولی تعداد نبضشون حدود 80 تاست. حدود 80 تا یعنی عدم تطابق نبض و تب. ما انتظار داریم به ازای هر درجه سانتیگراد که بر دمای بدنمون افزوده میشه با حدود 10 الی 15 ضربه بر ضربانات قلب یا نبضمون افزوده بشه و مواجه بشیم. در اینجا مواجه نشدیم. عدم تطابق نبض و تب، اصطلاحاً بهش میگیم برادیکاردی نسبی، یعنی نسبت به اونچه که انتظار داریم اینجا با تاکیکاردی مواجه نشدیم، با افزایش ضربانات مواجه نشدیم. این چیزیه که هم در بروسلوز هم در سل و هم در تولارمی میتونه اتفاق بیفته. پس یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک به تشخیص زودرس کمک کرد، ولی یافته های پاراکلینیکی کمک نکرد. مگر اینکه به طور گذشته نگر بیاییم بگیم که همینی که لوکوسیتوز ندارند هم دلیل بر این میتونه باشه که با تولارمی یا با بروسلوز مثلا مواجه هستیم. به تشخیص افتراقیشون کمک نمیکنه، ولی باز فکر ما رو متمرکز میکنه روی همین یکی دوتا میکروارگانیزمی که ازشون اسم بردیم. یافته های آزمایشگاهی غیر اختصاصی هم.
افتراق بین همگیری طبیعی و اپیدمی ناشی از بیوتروریسم. تولارمی زمانی که از شیوع بالایی برخوردار بوده با چهره های مختلفی نمایان می شده. مثلا اگر ناشی از گزش بعضی از حشرات بوده، یک زخمی را در کنار چشم ایجاد می کرده و در رابطه با اون زخم عقده های لنفاوی اطراف گوش هم متورم می شده. یا اگر زخمی را روی دست ایجاد می کرده، عقده های لنفاوی زیر بغل متورم می شدن و اصطلاحاً تولارمی اولسرو گلنجولر ایجاد می شده، یعنی تولارمی که با زخم و با تورم عقده های لنفاوی رژیونال یا ناحیه‌ای هستش با این تولارمی مواجه. گاهی با چهره تیفوئید تظاهر می کرده، یک بیماری کاملاً شبیه به تیفوئید. گاهی با چهره بروسلوز، همون ابزرواسیونی که امروز روش صحبت کردیم. گاهی با چهره ریوی در رابطه با صنعت، در رابطه با کشاورزی. عامل تولارمی فرانسیسلا تولارنسیس میتونه توی فضولات موش وجود داشته باشه. این علوفه ای را که در یک جایی نگهداری میکنن تا در زمستونها به عنوان تغذیه دامها از اونها استفاده بکنن، چه بسا موش ها، چه موش صحرایی و چه موش های خانگی، لانه خودشون رو داخل اونها ایجاد بکنن و فضولات این موجودات در چنین علوفه خوش شده وجود داشته باشه. کشاورزا زمانی که این علوفه را میخوان جلوی حیوانات بریزند، اگر با گرد و غبار ناشی از اونها مواجه بشن، چه بسا فرانسیسلا تولارنسیسی که عرض کردم در فضولات این حیوانات هست و در این علوفه خوش شده هست، از طریق استنشاقی وارد بدنشون بشه و باعث ایجاد تولارمی ریوی بشه. پس به طور طبیعی ممکنه با تولارمی که به صورت زخم خودش نشون میده و به صورت تیفوئید یا به صورت بروسلوز نشون میده و حتی با تولارمی که باعث گرفتاری ریوی میشه مواجه بشیم. اینا نکاتیه که در رابطه با تولارمی طبیعی میشه گفت. ولی در تولارمی بیوتروریستی با توجه به این که معمولا از طریق آیروسول های آلوده وارد بدن میشه و به ریه ها میرسه، با چهره ریوی این بیماری مواجه میشیم. این فرقیه بین همگیری طبیعی و اپیدمی ناشی از بیوتروریسم. مخاطرات احتمالی برای حیوانات و گیاهان منطقه، همون صحبت هایی که در مورد بعضی از زونوز های دیگه میتونیم داشته باشیم. خیلی از موجودات در محیط هستند که نسبت به تولارمی حساسن. اینجوری نیست که فقط موش ها و جوندگان دیگه، گاو و گوسفند و خیلی از حیوانات اهلی یا وحشی دیگه در مقابل این بیماری مقاومتی ندارن و حساسن. بنابراین برای حیوانات منطقه هم به عنوان یک مخاطره مهم مطرحه، ولی ارتباطی به گیاهان نداره. و به سطوح سگانه پیشگیری که میرسیم، من به اختصار خدمتون عرض میکنم، چرا که اپیدمیولوژی بالینی و کنترل تولارمی را هم در یک مجموعه دیگه خدمتون تقدیم خواهم کرد. در مورد پیشگیری سطح اول، آیا تولارمی واکسن داره؟ واکسن نداره، ولی کموپروفیلاکسی میتونه تا حدودی راهگشا باشه و در پیشگیری اولیه اون مورد استفاده قرار بگیره. آیا بیماران نیاز به ایزولاسیون دارن؟ با توجه به اینکه تولارمی قابلیت سرایت انسان به انسان نداره، نیازی به ایزولاسیون ندارن. نحوه آلودگی زدایی محیطی هم خیلی آسانه، چون فرانسیسلا تولارنسیس نسبت به مواد ضد عفونی کننده معمولی کاملا حساسه. در این مورد در جای خودش انشاءالله توضیحات بیشتری خواهم داد. به پیشگیری سطح دوم که میرسیم، میبینیم یک بیماری قابل درمانه و با بسیاری از داروهای موجود میتونیم اون را تحت پوشش درمانی قرار بدیم و بسیاری از بیماران را نجات بدیم. به پیشگیری سطح سوم که میرسیم، میبینیم که سکل هایی بعد از بهبودی اینها ایجاد میشه که ممکنه نیاز به عمل جراحی پلاستیک یا زیباسازی داشته باشه. حتی اون زخمی که من بهش اشاره کردم اسمش هست اولسر، اولسرو گلنجولر.
اولسر یعنی زخم عمیق، زخمی که حالت لش افتادگی داره، حالت خورندگی داره. اون زخم وقتی بهبود پیدا بکنه همراه با اسکاره، همراه با بدشکلیه، به خصوص اگه در چهره ایجاد شده باشه. بعد از اینی که این بیماران بهبود پیدا کردن، با اعمال جراحی میشه این زخمها را به گونه ای ترمیم کرد که شکل پسندیده تری به خودشون بگیرن و این میشه پیشگیری سطح سوم. یا مثالهای دیگه که در این رابطه میتونه وجود داشته باشه. ایمنی زیستی، ایمنی زیستی یا بایو سیفتی هم در رابطه با این بیماری، هرچند قابلیت سرایت انسان به انسان نداره، ولی مثل آنتراکس حداقل، یعنی جزء هازاردهای آزمایشگاهیه. باید روی نمونه ها بنویسیم مشکوک به بروسلوز یا مشکوک به تولارمی. در این رابطه صراحتا بنویسیم مشکوک به تولارمی، چون کارکنان آزمایشگاه از تولارمی بیشتر از بروسلوز میترسن و حق هم دارن، چون مخاطرات عمیق‌تر و مهمتری برای اونها ایجاد میکنه. خب در آزمایشگاه چیکار باید بکنن؟ یا از بایو سیفتی لیول 2 یا از 3، بیشتر از بایو سیفتی لیول 2 استفاده میکنن و همون میتونه کفایت بکنه، ولی برای انجام بعضی از آزمایشات لازمه که از سطح سومش استفاده بکنن. اینجا نوشتیم نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه. منظور تأکید بر این واقعیته که وظیفه داریم قانونن که روی لوله آزمایش بنویسیم مشکوک به تولارمی، یا روی محیط کش بنویسیم مشکوک به تولارمی. گفتیم که واکسیناسیون جایگاهی نداره، ولی کموپروفیلاکسی جایگاه شناخته شده ای داره. پس از پست اکسپوژر کموپروفیلاکسی، یعنی تجویز دارو در تماس یافتگان با آئروسول بیوتروریستی تولارمی، میتونیم استفاده بکنیم. از داروهایی مثل داکسیسایکلین و سیپروفلوکساسین، یا اگه داکسیسایکلین در دسترس نبود از خود تتراسایکلین، به مدت 14 روز میتونیم استفاده بکنیم. تأکید میکنم اینجا 14 روز کفایت میکنه، ولی در آنتراکس 60 روز باید تجویز بکنیم و تازه اگه همراه با واکسن باشه 45 روز بایستی ادامه بدیم.